بیننده عزیز سلام و وقت بخیر. در این اواخر وضعیت امنیتی در شمال افغانستان نگرانی های را به همراه شده است. در پیوند بر همین نگرانی ها و تحولات در شمال افغانستان مصاحبه داریم با سفیر روسیه در کابل. تشکر آقای سفیر از اینکه برای ما فرصت دادید تا در پیوند به تحولات اخیر در افغانستان به ویژه در شمال و موقف روسیه در برابر این تحولات مصاحبه داشته باشیم با شما. آنگونه که می دانید اخیراً وضعیت امنیتی در شمال افغانستان نزدیک به سرحدات کشورهای آسیای مرکزی بدتر شده است. نگرانی روسیه از این تهدیدها چگونه است؟ You rightly mentioned that the situation in the north of Afghanistan is of great concern of the Russian Federation. We informed our partners from NATO countries, from the United States, قسمی که شما یاد کردید بدتر شدن وضعیت امنیتی در شمال افغانستان برای روسیه نیز مایه نگرانی شده است. ما 3 سال قبل همکارانمان در ناتو و ایالات متحده آمریکا را از این تهدیدها و اینکه این گروه ها در حال گشودن مراکزشان در شمال افغانستان هستند آگاه ساختیم، اما آنان به این موضوع توجه نکردند. با تأسف که این پیشگویی ما درست ثابت شد و حال در کنار طالبان جنگجویان گروه دولت اسلامی در این مناطق سر بلند کردند و پس از اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان وضعیت بدتر شده است. از وضعیت بدخشان و قندوز که در آنجا چه واقع شد شما می دونید و در همین رابطه وزارت خارجه روسیه نگرانی خود را ابراز کرد، اما ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان در همکاری با نیروهای خارجی گام‌های عملی را برای نابود کردن این گروه‌ها بردارند. نگرانی ما این است که ادامه این وضعیت می‌تواند امنیت کشورهای آسیای مرکزی را نیز بر هم بزند. Afghan forces will take necessary steps with the assistance of foreign countries to eliminate this menace. The problem is in that that we think that all these activities then can destabilize the situation in Central Asian republics. There are some reports that گزارش های وجود دارد از این که جنگ جنوب افغانستان در حال مسیر بدل کردن به شمال افغانستان است. ارزیابی های روسیه از وضعیت نشان دهنده چه می باشد؟ You see, it's very difficult to say whether it is shifting or not, because we can ببینید. این خیلی دشوار خواهد بود که بگویم جنگ از جنوب به شمال تغییر مسیر کرده است، زیرا همین اکنون ما شاهد فعالیت‌های تروریستی در تمامی نقاط کشور از جمله قندهار و هلمند نیز هستیم. بنابراین این پیش از وقت خواهد بود که بگویم درگیری‌ها در جنوب توقف و در شمال تشدید یافته است. اگر ساحه جنگ از جنوب افغانستان به شمال تغییر جهت می دهد، این وضعیت نشان دهنده چی است؟ آیا فکر نمی کنید که در عقب این تحول در وضعیت جنگ سناریوهای پنهانی وجود دارد؟ What do you see behind this situation? Is there any link between these two scenarios? It's very, very difficult to say, but I can tell you positively that the operation which دشوار خواهد بود که از سناریوی پنهانی چیزی گفت، اما ما دیدیم که عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی منجر به تشدید درگیری ها در افغانستان شد. برخی از این گروه های تروریستی به افغانستان آمدند و برخی از این گروه ها همانند حرکت اسلامی ازبکستان و حرکت اسلامی ترکستان شرقی خودشان را به سرحدات آسیای مرکزی رساندند و در میان این گروه ها جنگجویان قزاق، قرقیز، چچن و ایغور وجود دارند که با رسیدن آنان به سرحدات این کشورها آنان می توانند امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی را تهدید کنند. So there are some reports that Kazakh, Chechens, Uyghurs, Uzbek, Tajiks are present in those groups. It's very dangerous because, as I told you previously, it can destabilize the situation in Central Asian republics.
Yeah, the Counter Drug Federation Federal Administration of the Russia recently said that بتوزگی اداره فدرالی مبارزه با مواد مخدر روسیه در گزارشش گفته است که گروه داعش سالانه از مواد مخدر تولید شده در افغانستان $1 میلیارد عاید به دست می آورد. این گزارش چه پیامی را می رساند؟ Production in Afghanistan and IS increase in the area. As I can understand, the production, drugs production is increasing whether there is Daesh or not, because last year it was a record production to the estimates of United Nations organizations. برداشت من این است که تولید مواد مخدر افزایش می‌یابد، چه داعش وجود داشته باشد یا نه. زیرا آمار و تخمین ملل متحد نشان دهنده افزایش 7% این کشت در سال گذشته است که به این گونه کشتزارهای کوکنار به 124,000 هکتار افزایش یافته است و تولید مواد مخدر نیز در حدود 2500 تن بوده است و این رقم درشتی است. و به نظر من در حضور 13 ساله نیروهای ناتو و امریکا در این رابطه کاری صورت نگرفته است. زیرا با ورود آنان در سال 2001 میلادی به افغانستان، مسئولیت آنان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بود. اما این کار صورت نگرفت و تولید مواد مخدر به منبع تولید تروریسم مبدل شد. به تازگی گزارش هایی را هم داریم که تخم بذری تازه از کوکنار توزیع شده و این بذر در سال دو بار حاصل خواهد داد و این نگران کننده است. زیرا عاید $1 میلیارد مواد مخدر می تواند در بخش اکمال اسلحه و تمویل مالی تروریستان به آنان کمک کند. اما برعکس، این مقدار پول می توانست در بازسازی به مصرف برسد. اما من ارتباطی را بین افزایش کشت کوکنار و را آوردن گروه داعش به افغانستان نمی بینم. اما فراتر از این، من شنیدم که گروه داعش به دنبال نابود کردن سران طالبان است و این خود می تواند زنگ خطر برای طالبان باشد. According to some estimates, the overall production of narcotics brings to $500 billion to $1 trillion of United States dollars. It's a huge sum because it is their black money. They can invest it in many things. They can be invested in the economy, in development of economy, but they also invested in the drug production, then buying weapons, then supporting some terrorist activities, and so on and so on. So I think there is no link between the increase of terrorist activities and coming here, Islamic State, and between the increase of the production of opium and heroin. Moreover, as I can understand, Daesh is trying now to eliminate old people who control this and to catch it. It's a problem for Taliban movement and drug barons. Yeah, you mentioned about Daesh that they are eliminating. شما از داعش یاد کردید. آیا آنان میخواهند با نابود کردن سران طالبان چرا به دست آورند؟ آیا میخواهند با چهره های تازه تهدید های تازه را برای کشورهای منطقه به وجود بیاورند؟ To Russia. Of course it's understandable because if they declare این موضوع قابل تحمل است. زیرا آنان تشکیلاتی را به نام خراسان اعلام کردند که ساحه فعالیت آنان در افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش، نیپال، چین و آسیای مرکزی می باشد و روسیه نیز جمعیت مسلمان دارد و بل این مشکل متوجه روسیه نیز می باشد و این نگران کننده است. در مورد حرکت اسلامی ازبکستان، آیا این گروه در حال مبدل کردن چهرهش به یک گروه تازه و پیوستن به گروه داعش است؟ آن گونه که من در روزنامه ها خواندم، این گروه پیوستنش به داعش را اعلام کرده است، اما من دسترسی به اطلاعات محرم در رابطه به این گروه ندارم. Nowadays we have reports that some tourist groups, especially on سیستم. در این روزها ما شاهد گزارش‌هایی هستیم مبنی بر این که برخی گروه‌های توریستی به ویژه حرکت اسلامی ازبکستان از پاکستان وارد افغانستان می‌شود. با قصد دارد تا به کشورهای آسیای مرکزی وارد شود. اگر آنون به این کشورها رخ نکنند، چه تهدید متوجه روسیه خواهد شد؟ Russia, especially.
As I told, I mentioned previously, it's a problem and a problem for everybody. That's why we think that every country should fight against this menace, terrorist menace, whether it is. این مسئولیت هر کشور است تا در برابر تمامی گروه‌ها به شمول القاعده، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و سایر گروه‌های تروریستی بجنگند و برای آنان به یک مشارکت نیاز است. ما این هماهنگی را از طریق پلان‌های مشترک در چارچوب سازمان امنیت جمعی که متشکل از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است ایجاد کردیم و طرح‌های را هم روی دست داریم. در این اواخر ما مانورهای گسترده نظامی را به اشتراک نیروهای روسی، تاجک و برخی کشورهای دیگر آسیای مرکزی با استفاده از قوتهای هوایی و تسهیلات نظامی راه اندازی کردیم و نشان دادیم که هر گونه تهدید در برابر یکی از این کشورها پاسخ مشترک دریافت خواهد کرد، چه این تهدید از سوی القاعده باشد یا گروه دیگری. Military troops from Russia, from other countries were airborne to Tajikistan with weapons and everything. Then there were helicopters participating in this drill, military planes and so on, so on. So just we are showing to this people, terrorists, if it will be needed, a huge army will fight with them. See, it will be not only the Russian Federation, not only Tajik, Kyrgyz or Kazakh. So it will be the whole army. Yeah, Mr. Ambassador, you mentioned before that 3 years ago you told. آقای سفیر، شما پیشتر یاد کردید که از تهدیدات کنونی در شمال افغانستان 3 سال پیش به ایالات متحده آمریکا با کشورهای غربی خبر داده بودید. به تازگی نیز وزیر داخله و فرستاده ویژه روسیه با مقامهای افغان در کابل دیدن کردند. آیا شما این نگرانی ها را با حکومت افغانستان نیز در میان گذاشتید؟ با پاسخ آنان چی بود؟ Of course, we shared because they told us that the situation in northern parts of Afghanistan are very dangerous. So we shared this. یقیناً ما این نگرانی را با حکومت افغانستان در میان گذاشتیم. با آنان پذیرفتند که وضعیت در شمال افغانستان خطرناک است. ما این نگرانی را با تمامی کشورها در میان گذاشتیم. به ویژه در نشست اخیر گروه بین المللی تماس در کابل. و از آنان خواستیم که باید به نگرانی و ارزیابی ما از وضعیت توجه شود، اما به آن گونه که نیاز بود پرداختن نشد. So nobody has answered or opposed our arguments. This is the matter. Russia in recent years, Russia and United Nations and also سازمان ملل و روسیه نگرانی مشترکشان از افزایش کشت کوکنار را بیان کردند. اما آن گونه که شما فرمودید در 13 سال گذشته نیروهای خارجی به آن نپرداختند. چه فکر می کنید که آیا اجندای پنهانی در عقب نپرداختن به این پدیده وجود داشته است تا جنگجویان از آن تغذیه شوند و یا چگونه؟ It's difficult to say for me whether it is true or not your question, but the matter is that our partners always answered that no, it's very dangerous. We could not go against Afghan peasants because they will go to. برای من دشوار خواهد بود که این موضوع را تایید یا رد کنم. اما وقتی ما از نابود کردن این پدیده با همکاران بین المللی خود صحبت کردیم، آنان همواره به ما گفتند اگر آنان کشتارهای کوکنار را از بین ببرند، زور این به صفوه طالبان رو خواهند آورد. اما چرا امریکایی ها کشدارهای کوکنار را در کولومبیا نابود کرد؟ زیرا آنان فکر می کنند که افغانستان خیلی از کشور آنان فاصله دارد و هیروین تولید شده در این کشور به امریکا نخواهد رسید. اما نه، این یک تصور نادرست است. زیرا حال هیروین تولید شده در افغانستان به ژاپن، اروپا و افریقا و از افریقا به کشورهای امریکایی قاچاق می شود. در اینجا کی مقصر است؟ به نظر من اقدام مشترک نیاز است. پیش از تحولات اوکراین ما همکاری خوبی در بخش مبارزه با ماده مخدر با نیروهای افغان و نیروهای آمریکایی در بخش شریک ساختن معلومات استخباراتی داشتیم. اما با تأسف که در اول فوریه سال 2014 میلادی ناتو اعلام کرد که هر گونه همکاری میان ناتو و روسیه در رابطه با افغانستان متوقف شده است و این همکاری شامل مبارزه با مواد مخدر نیز بود. فراتر از مواد مخدر، ما در بخش تهیه هلیکوپتر به نیروهای افغان
از طریق برنامه مشترک به حمایت مالی ایالات متحده را هم داشتیم و از طریق این برنامه ما پرزجات تیاره و هلیکوپترهای نو می 17 و می 35 را در اختیار اردوی افغانستان قرار می دادیم و این پرزجات در اکتبر سال 2014 سپرده شد و ما همکاری خوبی با آمریکا در خصوص افغانستان داشتیم. از طریق چند قرارداد ما 63 هلیکوپتر می 17 را در اختیار نیروهای افغان قرار دادیم. خوب، سوال اینجاست که از مقام‌های افغان می‌شنویم که می‌گویند نیروهای آنان به هلیکوپترهای روسی نیاز دارند. پس چرا از هلیکوپترهای سپرده شده روسی به آنان استفاده صورت نمی‌گیرد؟ وقتی از همکاری مشترک سخن می‌گوییم، باید مقام‌های افغان و پارلمان افغانستان از آمریکا بپرسند که چرا همکاری‌های خود در خصوص افغانستان با روسیه را متوقف کرده است، در حالی که آنان به همکاری خود با روسیه در موضوع سوریه، مصر و موضوع اتمی ایران ادامه می‌دهند، در حالی که این همکاری در بخش افغانستان متوقف شده است. Unfortunately, the cooperation was stopped, and last batch of spare parts was supplied in October 2014. Then we had very good cooperation with American in military field regarding Afghanistan. With a few contracts, we supplied to American side for Afghan army 63 helicopter Mi-17. Last helicopter was supplied in October 2014. So the question is now that we do hear from Afghan authorities that we need helicopters here. The question is that helicopters are present here. They should be used or presented to Afghan army. And another question, if everybody is saying that it is very dangerous to be here in Afghanistan and we need joint cooperation, ask your American friends, or your government should ask, or your representatives from parliaments, then politicians, they should ask America, why do you stop cooperation on Afghanistan with the Russian side? Very vital problem, yes? But do you continue such type of cooperation with Russian side on Syria, Iraq, fighting terrorism in other parts of the world? You continue the cooperation with Moscow regarding Iran nuclear program. So, why such type of no cooperation between Russian Federation and America or your NATO countries regarding Afghanistan? Yeah, you mean that there is no in addition of این به چه معنا است؟ آیا اراده برای تجهیز نیروهای افغان وجود ندارد؟ و آیا دولت افغانستان هم خواهان ادامه این همکاری نیست؟ Afghan government also does not want to cooperate. No, Afghan government wants to cooperate with us. Yes, of course. نه خیر. حکومت افغانستان می‌خواهد که با ما همکاری کند. اما برخی ها در قصر سفید و برخی کنسول ها در افغانستان خواهان ادامه این همکاری نیستند. White House or sitting here, some councils here and so on and so. Yes. آیا از هلیکوپترهایی که با آمریکا برای تجهیز نیروهای افغان قرارداد شده در روسیه باقی مانده است؟ No, we have given 63 helicopter to American side. How many of them were ما 63 هلیکوپتر را در اختیار آمریکایی ها قرار دادیم، اما این که به چه تعداد آن را به نیروهای افغان سپردند من نمیدونم. این هلیکوپترها نو می 17 است. اما حال نیروهای افغان برای مبارزه با تروریسم نیازمند هلیکوپترهای می 35 هستند و ما در صورت پرداخت برای آن حاضر هستیم آن را تهیه کنیم و این بستگی به اثرگیری همکاری های آمریکا دارد تا در مبارزه با تروریسم مؤثر واقع شود. Very vital, important questions fighting terrorism. But you do not think that if اما فکر نمی کنید که توقف این همکاری ها و پاکندن روسیه از این همکاری ها منجر به تضعیف نیروهای افغان که در جبهه جنگ مقدم با تروریسم می جنگن خواهد شد، با این ضعف تهدیدهای واقعی را با کشور شما هم در پی خواهد داشت؟ بله، ما موافق هستیم که نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم مسئولیت بزرگی را انجام می دهند، اما آنان نیازمند پشتیبانی جامعه جهانی هستند، ولی از آنان حمایت هوایی صورت نمی گیرد.
و این درست سوالی است که ما هم می‌پرسیم. تیاره هایی را که ما به آمریکایی‌ها سپردیم کجا شد و به چه منظور از آن استفاده صورت می‌گیرد؟ آیا این هلیکوپترها به نیروهای افغان سپرده نشدند؟ I don't know. We do not see them. This is the matter. And besides that, من نمی‌دونم. اما ما این تیاره ها را نمی‌بینیم. و این توقف همکاری نظامی در بخش افغانستان در یک زمان خیلی حساس صورت گرفت و ادامه این همکاری برای امریکا، افغانستان و روسیه خیلی مهم بود، زیرا ما هم خواهان افغانستان باثبات و آری از تروریسم هستیم و نگرانی ما در این مورد مشترک است و دولت افغانستان هم در این نگرانی با ما هم نوا است. Economically sound, free of terrorism and narcotics. This free of terrorism and narcotics, very important. As we can understand, and your government proclaims that they want to get rid of terrorism and narcotics. Our goals coincide. Do you agree with me? Yeah. بیننده عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشین.